بازم سلام مجدد دارم به ایزان کنون ما پیوستن کنون بریندی ما هستم قسمی که یادآور شیم در بخش نخست امروز میخواییم در مورد روز جهانی کتاب صحبت بکنیم که دیروز هم ایروز بود و ما خواستیم روز را گرامی داشت بداشته باشیم و صحبت در مورد کتاب داشته باشیم چون کتاب هست که میتونه سرمشق زندگی یک فرد بده باشد از کتاب هست که میتونه انسان به یک تحول درونی دچار بسازه پس بیاییم ما هم بتانیم روز این مورد صحبت داشته باشیم و از مفیدت ها و از امو چقدر میتونه کتاب بر زندگی ما رول داشته باشه صحبت هایی را بشنویم هست میمان ما آقای احمد حسن احمد پور رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت شجاعان امروز میمان ما هستن سلام و صبح بخیر تقدیم شما خوش آمدید تشکر و هم سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه بیننده های محترم شما دارم سپاس خیلی ممنون سلامت باشین رئیس باسم خیلی خوشحال هستیم که شما را در برنامه خود مهمان داریم خب رئیس اولا میشه در مورد خود کتاب صحبت بکنیم تشکر خب کتاب تنها وسیله هستند که میتونه انسان ها از گذشته و اونچه که در تاریخ ذکر شده و اونچه که نیاز هست و اونچه که برای آگاهی و اطلاعات ما ضرورت داریم تنها منابعش میتونه کتاب باشه و از طرف هم خب مراجع علمی و تمام اونچه که خب تاریخ نگارا و بزرگا به یادگار گذاشته تنها منبع اساسی از کتاب هست به خاطر و فعلا هم که ما شما میبینیم در همه دانشگاه ها در همه مراجع علمی و تحصیلی خب کتاب تدریس میشه با توجه به اینکه در گذشته های تاریخی ممکن چنین چیزی به دسترس بشر نبود و بعد از اینکه طبع و نشر به وجود می آید خب نظریه ها و گفته های دانشمند ها اینا خب چاپ می شه و کتاب به وجود می آید خب طبیعی هست که حالا هم ما بیشترین منابع ما و نیازمندی های علمی خود را از آدرس میتونیم رفع بکنیم بسیار خب خب رئیس صاحب یاد کردن در یک روز به مناسبت روز جهانی کتاب چقدر میتونه تاثیرات در مورد دیگه داشته باشه کسایی که بیشتر نویسنده هستن کسایی هستن که بیشتر علاقه دارن بر مطالعه کردن یک تاثیرات مثبت را داشته باشه خب ما اگر به گذشته تاریخی این مورد اشاره بکنیم در سال 1374 یا 1995 فدراسیون روسیه در 28مین اجلاس کنفرانس سازمان ملل این موضوع را پیشنهاد کردند و هدف اساسیشان همی بودن که ما در اینمی روز مخصوصا بیشتر نویسنده ها و شاعرها یا تولد شده یا فوت شده به مناسبت اینمی موضوع ای را در یونسکو پیشنهاد کردن که به نام روز جهانی کتاب به عنوان روز جهانی تصویب شود و از جمله شاعرای یا نویسنده های بزرگ مثل میگل سروانت هست و ویلیام شکسپیر و پولیزن چندین نویسنده معروف جهان هستند به خاطر یادبود از این نویسنده ها و آثارشان این روز را پیشنهاد کردند و به عنوان روز جهانی کتاب تصویب شدند و هدف اساسیشان هم حمایت از مؤلف و تشویق نویسنده ها و محققین هست و از طرف دیگه هم مردم را تشویق بکنه به مطالعه و تحقیقات بیشتر خب مؤلفین تنها کسایی هستند که برای تولید متن و نظم در واقع کار میکنه و در پالوی از این مطابع و مجراهای چاپ هم مهم هست که از اونا هم حمایت شده و بتانه این رو به دسترس مردم قرار بده و از همه مهمتر تشویق مردم و به صورت خاص جوانان به مطالعه هست حالا اونچه که ما بیشتر نیاز داریم دوباره ترویج شده فرهنگ مطالعه در بین جوانان مخصوصا هستند و هدف اساسی که یک روز به نام روز کتاب نامگذاری کرده و در سطح جهان تجلیل میشه خب ما یک یادبود بکنیم از همه کسایی که در تاریخ بشریت اونا تانسته یک بخش مهم کار را با استفاده از اون چه که نوشته و اون چه که بیان کرده کار کرده از اونا یادبود بکنیم و در پلوی ازی
بتانیم که دوباره ما فرهنگ مطالعه را مخصوصا در کشورهای در حال توسعه نه تنها افغانستان بلکه خیلی از کشورها فعلا با رکود فرهنگ مطالعه مواجه هستند و این نیاز هست که دوباره ایرم را زنده بکنیم. بله. رئیس سطح و یا وضعیت کتاب یا مؤلفین چگونه هست در افغانستان و این روزه چقدر ما کتابایی را داریم که مؤلفین خود در افغانستان نوشته کرده در موضوعات مختلف که این روزه فرض مثال یک جوانی که میخواد یک مونوگراف نوشته بکنه یا جوانی که میخواد در ابعادهای مختلف یک معلومات را داشته باشه برن کتاب را بخرن کتاب را مطالعه بکنه که در زندگیش خود افغانی بده باشه. خب به همین دلیل دولت افغانستان هم تا یک دو سال گذشته هفته اخیر ماه ثور را به نام هفته کتاب نامگذاری کردند و اینا هم کوشش کردند که از یک طرف ما بتانیم یعنی بازار فروش کتاب را قانونمند بسازیم و هدف اساسی جهانی هم چنین چیزی هست. خب از طرف دیگه هم ما بتانیم خود نویسنده ها و مؤلفین افغانستان را بیشتر حمایت بکنیم. به این دلیل یک هفته مکمل را به نام هفته کتاب نامگذاری کرده و این در سطح افغانستان در سطح ولایت‌ها تجلیل میشه و در این برنامه یک بخش مهمشون نمایشگاه کتاب هستند که ما بتانیم تمام منابعی که در طول یک سال مخصوصا تب و نشر شده اونا را به نمایش بگذاریم و از طرف دیگه هم که یک آدرس مشخص داشته باشیم که در فلان موقعیت مثلا ما نمایشگاه کتاب داریم تا بتونه کسایی که ضرورت داره کتاب را اونا امو نیازمندی هایشون از اونجا رفع بکنه و از طرف دیگه هم این یک بخش حمایتی از مؤلفین و مصنفین هستند که ما در طول سال مثلا تعداد زیادی از شاعران نویسنده ها تاریخ نگارا اینا کتاب هایشون تب میشه و نیاز هست که اینا در بازار فروش در محضر دیدی همگی قرار بگیره. به خاطر خب با تدبیر نمایشگاه میتونیم که هم ما یک بخش کاری مؤلفین و مصنفین را و معرفی آثار را داشته باشیم و هم با استفاده از این فرصت بتانیم که ما بیشتر فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم. بله بسیار خوب. خب رئیس از بخاطر یاد بود از روز جهانی کتاب کدام برنامه را همچنان در ولایت جوزجان طرح کردین؟ بله ما روی یک نمایشگاه بزرگ کتاب در ولایت جوزجان کار میکنیم و انخریب یعنی کارهای مقدماتی ما ختم هست انشاءالله که ما بتانیم در امو وقت معینشان این نمایشگاه را در ولایت جوزجان هم برگزار بکنیم. خب در پالوی از او یک مسابقه کتابخانه را هم راندازی خود کردیم و کوشش ما این هستن که ما امسال بتانیم یک مسابقه کتابخانه را به ارتباط صحات تاریخی جوزجان و حفظ صحات تاریخی جوزجان ما برگزار بکنیم که بیشتر مردم با توجه به اینکه ولایت جوزجان یکی از ولایت های مهمی تاریخی هستند و بیشتر صحات تاریخی هم در معرض خطر نابودی متاسفانه قرار داره و برای حفظ از اون نیاز هست که ما یک کمپاین عمومی را اندازی بکنیم و شروع کمپاین ما هم از اینمی روز جهانی کتاب و تجلیل هفته کتاب خواهد بودن و ما همه شهروندان را تشویق خواهد کردیم که برای حفظ صحات تاریخی توجه بیشتر بکنه و در این نمایشگاه هم ما تمام آثار کسایی که در طول یک سال چاپ شده مخصوصا چندین اثری که در اواخر ما رونمایی کردیم و دو سه اثر دیگه هم هستن که پلان داریم در روز هفته کتاب ما این آثار هم رونمایی بکنیم و در پالوی همه از اینا طبق اونچه که در سازمان جهانی یونسکو هم فیصله شده و نیاز هم هست ما بتانیم حمایت های بیشتری از محققین و مصنفین داشته باشیم که به این ارتباط میخواییم ما اعلان بکنیم که ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان یک مجموعه ای را طی سال 1400 در نظر داره تهیه بکنه و این مجموعه شامل معلومات فرهنگی و هنری و تاریخی در سطح جوزجان خواهد بودن که ما این را در کتگوری های مختلف اعلان خواهد کردیم و تا ماه میزان را این همه مطالب ما جمع آوری خواهد شدن و تحت یک جزوه خیلی کلان و در این حال با محتویات تاریخی، فرهنگی، هنری و ادبی
تبو نشر خواهد شده. بسیار خب. خیلی ممنون رئیس. به عنوان کسی که مسئول هستین امروز جوانان ما از لحاظ کمبود کتاب خیلی به مشکل بزرگتر مواجه هستن. امروز جوانان هستن که بیشتر علاقه به مطالعه دارن. امروز جوانان هستن به خاطر از اینکه بتونن یک مونوگراف درست تر نوشته بکنن، از ولایت‌های دیگر حتی با اثر ارتباطات کتاب میخوان. اما مشکل اساسی که امروز در ولایت ما هست نبود کتاب است که جوانان ما بیشتر علاقه بر کتاب یا مطالعه کردن داره یا هم فضای درستر بر مطالعه نیست. پس ما چی تعریف میتونیم البته کتابای بیشتر را وارد شرح خواهد داشته باشیم که بتونن جوانان ما کسایی که هم مطالعه بیشتر دارن یا کسایی هم اصلا میخوان در ابعاد مختلف مطالعه داشته باشن بتونن کتابای را از داخل خود شهر تهیه بکنن. خب ما گرشن برای رفع همه نیازمندی ها کتابخانه داریم به نام کتابخانه عامه. در هر ولایتی کتابخانه عامه وجود داره و در ولایت جوزجان هم کتابخانه عامه وجود داره. متاسفانه منابعی که در کتابخانه عامه هست و فعلا به درد نیم حاصل میخوره و نیم هم به درد شاگرد مکتب، به این دلیل که او منابع بسیار فرسوده و قدیمی و در این حال این منابع علمی نیست. برای رفع این نیازمندی ها ما قرار است که امرای دانشگاه و بعضی شخصیت های فرهنگی که در اینجا هستند و نیازمندی هایی که برای جوان ها احساس میشه، ما در قدم اول یک لیستی از نیازمندی های اولیه را باید ترتیب بکنیم. به اساس از او ما هم از مرکز و از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ تقاضا خود کردیم، از ریاست کتابخانه عامه و همینطور از نهادهای همکاری که در راستا همکاری میکنه، چون ما در قدم اول می نیازمندی های فوری را رسیدگی بکنیم برشان تا یکی بعدن بتانیم یک کتابخانه عامه برای همگی داشته باشیم. اینا به اون خاطر خب در راستا متاسفانه توجه چندان صورت نگرفته. کتابخانه عامه در یک موقعیتی هست که حالا یک نفر هم نمیتونه اونجا مطالعه بکنه و در پالوی از او امو منابعی که اونجا موجود هست اونا جوابگوی نیازمندی های محصل نیست، اصلا این کتاب های منابع علمی نیست اونجا. خب به هر حال یعنی در این راستا نیاز هست توجه بیشتر شده و برنامه هم در این راستا داریم. دقیقا ما امی یک لیستی از نیازمندی های اساسی فعلی را ما تهیه بکنیم، چون برای رفع از او بعض نهادهای همکار هست، مخصوصا ریاست کتابخانه بیهقی در کابل هست و همینطور مؤسسات جمله آیسیسکو در این راستا همکاری میکنه که اون از اون تقاضا خواهد کرده ما که این نیازمندی ما را رفع بکنه و نیاز هم هست در ولایت جوزجان چون یک ولایت تاریخی و فرهنگی هست و از طرف دیگه هم در این مورد توجهی که باید صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفته، نیاز به کار بیشتر داره. بسیار خب. خب رئیس یک موضوع هم هست در پاولیویش که یادآورش باید چه سال پیش فکر رو بکنم تحتاب در ریاست اطلاعات فرهنگ تحتاب یک کتابخانه عامه تحتاب گذاری شد که بتونه تکمیل شد و بعد اساس مؤسسه متعلمین خراب بگیره. اما بدبختانه تدابز گذاشته شد اما تا روز خبری هست ساخت و ساز این کتابخانه عامه وجود نداره که چقدر تکمیل شد یا اصلا کار هم دربارش صورت نگرفته. میشه بگوین که مشکل اصلی در کجا هست که تا روز نتونسته یک کتابخانه جور شد؟ خب ما که آمدیم در اینجا این کار را دیدیم، ما هم نهایت متاسف شدیم برای اینکه پروژه های عمرانی و پروژه هایی که برای حیات یک ولایت بسیار مهم هست، برای فرهنگ و تاریخشان بسیار مهم است، این پروژه ها به نحوی کارشکنی ها صورت میگیره و خب یکی از نمونه ها کتابخانه هست. اون چیزی که ما جستجو کردیم همه اوراق اسناد و حتی بودجه ایشان از وزارت اطلاعات فرهنگ پاس شده، در وزارت شهرسازی سپرده شده و بودجه ایشان انتقال پیدا کرده و در این اواخر خب در پلوی همه کارهای دیگه که ما در کابل داشتیم این موضوع را همه نهایت تعقیب کردم. خب اون چیزی که کمکاری از طرف شرکت قرارداد کننده هست و بی توجهی ریاست شهرسازی که اینی تطبیق کننده ای پروژه هست، ما متاسفانه ای رو پیدا کردیم. خب به خاطر رفع ازی باز هم ما مکاتب تعقیبی رو برای وزارت شهرسازی روان کردیم و برای شرکت همچنان و آخرین
مهلت شرکت همی هستند که ما در هفته پیش رو میاییم در اینمی هفته ما شما امروز در روز اول هفته هستند میاییم کار دوباره شروع میکنیم و ما امیدوار هستم که بتونه این کار شرکت قرارداد کنه. بودجه کاورجا هست و مصرف نشده؟ خب یک مقدار یک تهدابی بسیار ابتدایی که در اونجا کار شده فقط شاید نمیفهمم به حساب انجینری که چند فیصد از کار شده ولی کاری عملا کاری اونجا صورت نگرفته به اون خاطر ما یقین دارم که بودجهشون هم بر ریاست شهرسازی پاورجا هست. بسیار خب پس امسال انشالله که امو پروژه تطبیق شود و تا ما هم بتونیم از او کتابخانه ای که جور شود مستفید شود. خب رئیس صاحب میشه بگین فرهنگ مطالعه در ولایت جوزجان چگونه هست؟ خب فرهنگ مطالعه بین جمع فرهنگی ها بسیار خوب است. ما تعداد زیاد فرهنگی ها رو داره میکنه وقتی که مراجعه میکنه در واقع منابع مختلف را مطالعه کرده در بین محصلین تا حدود خوب هست و در بین متعلمین متاسفانه یک مقدار حالا میشه یکی از دلایلش میباشه که ما با کمبود منابع روبرو هستیم. اون چیزی که نیاز هست متاسفانه فرهنگ مطالعه فعلا در و از همه مهمتر در بین مردم عام یا بگویم به صورت قطعی فرهنگ مطالعه از بین رفته که در سطح افغانستان چنین مشکل هست و جوزجان هم جزء از اون میشه و یا اینکه بسیار در فیصدی پایین قرار داره. یعنی فرهنگ مطالعه نیاز به یک احیای مجدد داره در سطح افغانستان و ولایت جوزجان همچنان. بسیار خوب. حالا هم رئیس میشه رئیس در مورد وضعیت شعران و نویسندگانی که در ولایت ما وجود داره بگین که چیگونه هست و چقدر میشه قابل تحقیر و تحسین باشن نویسندگان و شعرهایی که تانو سانسن کتاب مختلف را در عناوین مختلف البته نویسندگی میکنه. خب مشکلات در این عرصه در طول سالها بوده متاسفانه در سطح افغانستان و مخصوصا در ولایت جوزجان، اما اون چرا که ما یافتیم و شخصیت های مختلف فرهنگی ولایت جوزجان را دیدیم همت کرده، به نهایت همت کرده، آثار مختلف را چاپ کرده، کتاب هایشان را از بودجه های شخصیشان تعب کرده و همینطور برای تدویر برنامه های فرهنگی و هنری و ادبی اینا از بودجه های شخصیشان مصرف کرده تا یک برنامه فرهنگی داشته باشه. یک مجموعه تحت نام کانون فرهنگی ظهیرالدین محمد بابور فعالیت میکنه، یک جمعی از نویسنده ها و شاعرها هست. در واقع اینا هم یعنی وقت خود را در خدمت مردم قرار داده، هم از اونم هزینه شخصیشان برنامه ها را برگزار میکنه که نشست های هفته وار داره، نشست های ماه وار داره و همینطور در راستای مختلف سایر نویسنده ها هم که حالا چی به لحاظ ادبی کار کرده چی به لحاظ تاریخی تحقیقات که انجام داده، هر کدام از اینا در این مورد نویسنده های ولایت جوزجان ما گفته میتونیم که نسبت به هر ولایت دیگه پیش قدم هست و این یک جای امیدواری و جای خوشبختی هست. خیلی ممنون، سپاس باز هم هست آقای احمد حسن احمدپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان. آرزو موفقیت میکنه که بتونن در سال 1400 در بخش کتاب نویسندگی و مطالعه هم یک برنامه‌ای را داشته باشن که بتونن جوزجان ما هم مستفید بده باشن. خیلی ممنون رئیس، تشکر شما هم سلامت زنده باشید.